چی نمی کنی؟ نه آخه فرد پس فرد و مهدی آزاد میشه کمکم میکنی. به سلامه. مرخصم بشه، اون شاید اون طرف نپره. شایدم پرید، مگه اون وقتا نمی پرید؟ علی و اسمال میدونن. پس باشه تا در آد. وقتی به خودم نیست قاسم، اسم اونی که میشنفم رو به تنم راست میشه. یاد چشاش که میفتم نفسم بند میاد. هرچی باشه من یه زنم. پشه تو گفتی میبینی؟ هفت سال گذشته تازه یادش. چیکار کنم؟ تقصیر خودم که نیست. چمچاره کن، بکش، این اسمو بکش. تو خودشو کش قاسم. اگه میتونی خودشو بکش، وگرنه فردا اگه برگرده تو همون قاسم پادوی، منم همون اشرف رخت خواب پر کنش. ببین چی ساخته. آره خیلی خوب ساخته. آره واسه عمش زاده. چطوره چند تا کار بهش سفارش بدیم؟ آه یه کاریش میکنیم. آره زد بیاد، زد بیاد. میترم صرف نکنه. آره آقا کنار میاد. آره ممکنه بیاد بقید کنار نیاد. یو نیافته تو جو خیفونه. نه با آینه کاری هم نشده. همون تهان نشده. هشگاهی میشه که تو تهان تهران هستی. کسی قراری ریسته و که دم محل رو هجله پا کنه. جام کنی زرم زیر رو. دور دیگه دور مهدی نیست. آره اگه دور دیگه دور مهدی نبود تو حرم پای هجلش سینه نمیزدی. چه؟ روش هم میشی، روش هم میشی. بس مهدی برگرده، روش هم میشی. مهدی دیگه اون مهدی نیست. همه میگن دیگه تیزی نداره. سابیده گه سابیده شده تو بمیری. که؟ کی دیده؟ ها؟ بس مهدی برگرده، بس برگرده. خط تیزیشو تا دم نت میکشن. ای بیچاره. زیادی زدی.
بریم بچه ها. چشم مردم ور نمیداره ببینن ای زناجی، اون پسرته، اون پاره جیگرته. یه وقتی بود، یه وقتی بود. چرا مثل قماربازا زیرش میزنی زناجی؟ یعنی تو مهتی رو نزدی؟ زایدن تنها حساب نیست. چی حسابی؟ چه میدونم بیبی، تو هم که یه ریز نشستی اینجا و موعظه میکنی. یه وقتی مهتی پسر من بود، اما حالا 15 ساله که دیگه نیست. مردم آرزو دارن قد و قامت میتی رو نگاه کنن. تو چی تو دلت میاد زناجی؟ از وقتی که به وصیت حاجی عمل نکرد و دختر خالش رو نگرفت، از وقتی هر کی سر بالا کرد و صداشو تو گلو انداخت میتی زد تو گوشش، از وقتی که تو هر محله سراسرش خون را افتاد، آغش کردم. یه همه چی به هم خورده میتی. زور خونه ی سر کوچه رو کوبیدن و مستقلاتی ساختن، در خونه ی زیر گذرم صف فروشی شده، پاک همه چی عوض شده. همین چند روز پیش رفتم ملاقاتی داشای علی بنفشه، زندون رستشون رو کشیده، میگفتن بیان بیرون میخوان کاسب بشن. الان دیگه فقط شهر مونده با قاسم و جوجه هاش. چیا بیایی درست کردن، بیلیارد خیابون سرده رو صاحب شدن، کافه ی زنگوله رو بالا کشیده. انگار نه انگار که تو اوسته بودی اون شکل. هر چی بوده و نبوده صاحب شده. قاسم اومدن مهدی زده. امشب بچه های قاسم میزنن داغونش میکنن داده. وقتی اون بیاد من میرم باش کار میکنم. روزی که سر کوچه گرفتنش، من همش 12 سال داشتم، اما همونجا دعا کردم انقدر زنده بمونم تا اون خلاص چه و برگرده. من شاگردشم. بالا بچه های قاسم هم. بابا این هشمالی کیه؟ دست کار کتا بکشون دست کار حالا واسه خودت هجله میسنی. سرتو میگی بالا تماشا کن، داغونش کنی. نشو سالم نذاری. بسه دیگه بچه ها، خیلی خوب را بیافتین بریم. دارم میان استاد، استاد تاکسی پیاده شدن، دارم میان باها، دارم میان به خودم، از خودم دیرمشون. استاد بجون رسیدن دیگه. هرشم به خودم بجون 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 دختره چطور میبینی؟ دعاوی که امسال درس پرستاریش تموم شد. یه قره بزرگ شده. مریم بله
بیا ببین دیکتاسی شیف خانوم شده. مواجب تو مرتب میرسی. آره خدا عمرت بده. اول ما به اول ما میرفتم در دکونه بجرسی که سفارش کرده بودی اونم میداشت تو دستمالو میداد به آب. اگه بازم کم و کسی داشتی خبرم. تا من تو را دارم دیگر چقم دارم. بزاره اما صفتش از خیلی مرد ها خوش اومده مرد مرد ها به سلامتی تازه وارد سلامت خواستم شدیم محمد واسه شکم سیر کنی بود که زنده بمونم و اومدن تو ببینم آق مهتی حالا چی داری میسازی؟ یه میز نهار خوری تمومش کردی بیا میخوایم فردا کار کنیم منم میام کجا؟ بیام باید کار کنم نه ممنون کار من به درد تو نمیخوره یه جا دیگه واسه کار پیدا میکنم من میخوام با تو کار کنم همیشه منتظر بودم یکی باهات باشم خیلی واسه آدم اس براسی داره خیلی آره بچه مشقاتو بینیبی من میخوام اس در کنم میخوام همه بفهمن که با تو کار میکنم پرتوشه ما هم دنبالش این واسه اینکه آلوده شیم کار دیگه از همون بر نمیان ایوالا آقا مکی ایوالا داشه میگفتی اگه اون بیاد دمار از روزگاره همشون در میاد آرشم میگم داره فیلم بازی میکنه اینو بذار رو سرت بینم بذار رو سرت سنگین و سرت بذار رو سرت محکم نگرش داره هجله مهتی خانه اگه بیفته زمین میزنم تو گوشتا نه این دفعه رو نزن ایف تنو سرت نگرش داره بازه خونه تا من بیام شب از تو من شوقه شب از تو من شوقه شب از تو من شوقه شب از تو من آقا مهتی چه؟ بیا بیا این پولو بگی دست خوش هجلهی که ساختی و شکستنش من پول نمیخوام با چی میخوای؟ من گفتم میخوام باید کار کنم واخه چه کاری بچه؟ هر کاری من فقط میخوام با تو باشم ببینم مگه تو نمیخوای تمام چیزایی که مال تو بوده و بچه ها صاف شدن پس بگیری ها؟ نه. چرا نه؟ ببین من کمکت میکنم دست بزنم عالیه دعوام خوبه جیگرم عین جیگر رستمه من فقط میخوام با تو باشم شنفتم جمع کنی خب منم یکیش بهت میگم بزن تو بزن نمیزنی پس براخص براخص با هم واسهش بزن رضا این بچه با ارکس کامل میخواد برخصه رخص دسته بیکنم کماچه یالا برو یالا بزن به چک یالا آنوجی آدم 7 سال بچهشو ندیده باشه اون وقت انگار نه انگار همه محله دلشون طلاب و طلوب میکرد وقتی چشمشون به آق مهتی میافتاد مهتی وقتی رفت قاطی قد داره کشا قمار خونه دارا گردن کلفتا حسابش با من پاک شد حالا دیگه اقلا خیالم راحته بیبی دیگه انتظارشو نمیکشم چه میدونی چیا میکشیدم وقتی مهتی از خونه میرفت بیرون تا شب دل دل میکردم که خودش رو پاهاش میاد یا هیکل غرق به خونش رو دست میارن خونه مگه یه مادر میتونه طاقت بیاره بیبی که صبح که پسرش از در میره بیرون فکر کنه این نگاهی که بهش میکنه نگاه آخره شر شر بیبی آدمی که شر سر سالم تو گور نمیبره من یه روز گفتم دیگه پسر ندارم تا دیگه روزی 100 دفعه مردش جلوی روم زنده نشه تو هم پاشو را تو بکش برو بیبی که مهتی کاسه تو رم چرب کرده تو داری یه ری سنگشو به سینه میزنی وا خودت فرستادی دنبالم انگار نه انگار پسر داری وا مردم 20 تا گاب جلو پاش میکشن ننش مرغشو نمیکشه بذاره لای پلو که خودش بخوره تنها بر خدا Thank you.
چه وضعیه؟ بهتر از حال روز ماشین نیست. میخوام ببینمش. باشه. وقتی تو رفتی همه چی رفت مهدی، خیلی اذیتمون کردن. چند دفعه بچه های قاسم ریختن و درب و داغونش کردن. ما هم چی بودیم؟ یه مش بی سرپرست. خدا هیچ خونه ای رو بی مرد نکنه. خب شما ها که بودین؟ مرد بودن تو این زمونه دل میخواد مهدی. من که دیگه پیر شدم، بقیه این دل رو نداشتم. بهمون گفتن یا باز درش ببندیم یا واگذارش کنیم به قاسم. منم دیدم درش بسته باشه بهتر از اینی که زیر دستپای یه مشتی نامرد بره. واسه همین تعطیلش کردم. علامش کن، بگو تر تمیزش کنم. پس فردا بازش میکنیم، به همه مایادرا خبر بده. سلام. و علیکم، خیلی خوش اومدی بی بی. چه یه مهمون دیگه هم داری؟ کی؟ نتونستم جلوشو بگیرم، اون اومده شما رو ببینه. کی هست؟ مریم دخترمو میگم. سلام. فکر میکردم قد شما باشم اما کوتاه‌ترم. واسه چی فکر میکردی قدت باز قد من باشه؟ نمیدونم بیبیم، همه چی شما رو میدونست اما قدتونو نمیدونست. میگفت قد خود اونی. قد بیبیت؟ بله. خب دست خوش بابا، حالا دیگه ما قد تو شدیم بیبی. اما من میدونستم بلندترین. از کجا میدونستی بلندترم؟ همیشه فکر میکردم همین شکلی باشی. کدوم شکلی؟ همین شکلی که هستین. آخه من از شما خیلی عکس کشیدم. اینها از همون بچگی هم. شما که ما رو زیارت نکرده بودین. نه همین جوری از رو حرفای بیبی. ببینم این تعریفای بیبی از ما چی بوده؟ حتما تعریفاش خیلی تعریفیه. این عکس ماست؟ آره. لعنت بر شیطون، شکل ماست. خب اخم کردیم دیگه. که وقتی ما اخم میکنیم این شکلی هستیم. دست شما درد نکنه. نه بابا خیلی واسم مایه گذاشتی. خب اینه بده قاب کنم بذارم تو اتاق که دوز بترسه و نیاد تو خونه. همه ای بابا دست به گریه شدی؟ با گریه که کاری بر نمیاد. بس ساغوره نگیر، فصلش گذشته. تبهش بگو بیبی وضع باباش چجوریه. یا باید هفتیشه بکشه یا باید عفش بخوره بیاد بیرون. رای سوامم نداره. به اونا چی بگم؟ کیا؟ اونا کیا؟ دوستام. بهشون گفتم بابام تاجر تو آمریکاست. چند روز دیگه جشن دیپلم گرفتن. بود مخلصشم بودم درش میوردم. اما مادرت میدونه فقط قضیه پول و این حرفا نیست. شرمندم دختر، از ما بر نمیاد که درش بیاریم. ای بابا دست به گریه شدی؟ با گریه که کاری بر نمیاد. بس ساغوره نگیر، فصلش گذشته. تبهش بگو بیبی وضع باباش چجوریه. یا باید هفتیشه بکشه یا باید عفش بخوره بیاد بیرون. رای سوامم نداره. به اونا چی بگم؟ کیا؟ اونا کیا؟ دوستام. بهشون گفتم بابام تاجر تو آمریکاست. چند روز دیگه جشن دیپلم گرفتنمونه. همه میخوان پدر منو ببینن. گفتم که تا اون روز بابام از آمریکا میاد. حتی یه نامه دروغکی هم نوشتم و گفتم نوشته تا روز دیپلم گرفتن من میاد.
شما دخترای هوا یه روده راست تو شکمتون نیست. خب از اول راستشو میگفتی. میگفتم که چی؟ که پدرمو با جنس قاچاق گرفتن و تو زندونه. چی بهشون میگفتم آقا مهدی؟ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. حالا چی کار بکنم؟ بابا چه خریدنی نیواساش بخرم؟ آره، انگار میشه. چی انگار میشه؟ شما پدر من میشی؟ نفهمیدم، چی کار کنم؟ یه شب رول بابای منو بازی میکنی؟ زکر، دست وردار دختر، حرفا میزنه. بعدکم نیستی، لباس تمیزم که بپوشی؟ بهت میاد که آدم حسابی باشی، باید جای پدرمو بگیری. آخه دختر من بابا... خب حالا که نمیتونی بابا ما از حبس در بیاری، اون شب خودت باید جاشو بگیری. این انگار آنتنش میزون نیست، تو بهش بگو بیبی. آخه نمیشه، ما نمیتونیم رول بازی کنیم. یه عمری همین جوری بودیم، حالاش هم هستیم. تازه لباسمون رو عوض کنیم. کدوم تاجر مادر مرده این مثل ما حرف میزنه؟ اینو که دیگه نمیشه عوضش کرد. مجبور نیستین صحبت کنین. آخه من به رفقام گفتم پدرم از مسافرت میاد، همه منتظرن اونو ببینن. شما هم دیگه نه نگی. لباساتونو خودم انتخاب میکنم، بهم قول بدین که میای. میای؟ باشه، میام. خیلی متشکرم. بیبی خوشحالم که بگو اینجوری تشکر نکنه. فاصله بگی دختر. حالا کجا داری میری؟ داریم میریم وسط لباس بخرم. اما من تو خونه کلی لباس دارم، لباسای خوب خیلی دارم. حالا که زرزوره که دختر من شدی باز بیشتر لباس داشته باشی. شما خوشبخت. میگم این خانوم، این دوستم سیسی. خب از شما خوشبختم سیسی خانوم. پدر راست راستی این من، وقتی آدم پدر به این خوشگلی داره بایدم تو هفت صندوق خونه قایمش کنه. آدم نمیتونه باور کنه که تو تا حالا یه پدر به این خوشگلی خوشتیپی داشتی و روش نکردی. نریدیم مریم، من میتونم با بابات برخصم؟ خواهش میکنم. برخص
مرقص میشم. پولامو باختم، هر چی که داشتم به ام رم کن، اون پولا خرج عروسیمه، فردا شب عروسیمه، همه پس انداز من و مادرم همون بود، به ام رم کن. گوش کن بسمب چه؟ اون که باس به تو رحمی کرد خودت بودی که نکردی، وقتی پا تو گذاشتی اینجا خودت بیرامی رو واسه خودت خریدی، مال عروسیت بودی یا خرج مریض خونه مادرت، هر چی بوده باختیش. بس را تو بکش برو، حالام حقشه به خاطر خونی که گوشه ای لب اون پیر مرده گردن تو بشکنم. گورتو گم کن! اون تمام هست و نیست منه، واسه خاطر اون پول من دختری رو که تمام عمر دوست داشتم از دست میدم، تو مجبورم میکنی خودمو بکشم. اون پول پول خون منه. گورتو گم کن. باشه من همین کارو میکنم، تو با این کارت چراغ زندگیمو میشکنی، همونطور که داشای کریم ابرام هجله تو رو شکستن. تو که سر من داد میزنی، چرا با اونا نمیتونی چیزی بگی؟ چرا با آدمایی که هست و نیست تو خوردن چیزی نگفتی؟ ازشون میچرسی؟ پولاشو بهش پس بدین، گفتم هرچی باخته بهش پس بدین. بله. دفعه دیگه پا تو اینجور جهان عذاب، واسه پولی که از رحمت ما میمونه. دفعه دیگه اگه شنفتم پا تو همچی جا گوشتی قلمتو میشکنم. بیا بگیر. خودم عمرت بده آقا مهتی. بینم اگه تو جای من بودی با اون آدم ها که حقت خوردن چی کار میکردی؟ من اگه جای تو بودم چیزی نمیگفتم، میذاشتم حقم رو بخورم، واسه همینم همیشه از خودم بدم میاد. اما تو که من نیستی، تو میتی پلنگی.
زیادی صبر نشون دادم. یه مشتی هستن که زیارتشون خیلی واجبه و ما یادمون رفته. شگی که مجانی نمیشه بارا گورتو گام کن گدا زاده بی پی بارا بده بارا خوب نیست جهالت خوب نیست ها خیلی خوب اینو بگی بارا حال کن برشتا هرچی آدم مردم ها داره جف چه بلایی سر خودت آوردی منصور بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو چی به روز خودت آوردی دست دست چیکار با خودت کردی چرا این بلا رو بلا کرده بودی چرا کمکت میکنم میبرم میخوابونم میریم برس میتی فردا نوبت تو میتی حالا میتونی فردای خودتو تو ریخت و قیافه من ببینی تو هم حالا روزت بهتر از من نمیشه میتی دیگه بهتر از این باشه حالا باید چیکار کنیم؟ چیکار میخوای بکنیم؟ خودمون دست به کار میشیم محمد میره سراغ احمد اوسکریم و ترتیب کارش میده طوری که تو تموم شهر بپیچه که زده لطا پارش کرد باشه تو رضا میری سراغ بوابرا دار دفترش همونشون نمیدی میخوام هیچ کنون سر کله سالم واسه شون نمونه من هم میرم سراغ داشته کریم افران پول هجله کشی که اصلا به این بده کارم با خیلی چیزایی دیگه هر طور شده هم کنم من چی؟ من یاد تو رفت نه شده راداشت کنم دیگه بیرم خلا به سویده رو حرف میزنی کلاو چون انگاه کلاو بردارم هرچی بگی من میزنم لطو پار میزنم اوش کنم بچه آجه یه دفعه دیگه سر رام ساعت بشی خودم لطو پارت میکنم آدمی که میخواد کتک بزنه اول باز طاقت کتک خوردن داشته باشه حالا میخوای کتک خوردنت امتحان کنم آره ناس ناس کتک بخورم از اولشم نون ناوردی به شیکم صاحب مردتون بیتر میچسبید چه گفته بود این میتی دیگه اون میتی نیست چه اگرم برگرده زمینگیر کوچه و خیابونه چه دلش از کلش و کلش عجیبش خالی تره
بر با صفتهای کفتار صورت. پس کجا سوز زبونتون ده هفت سال آزگار بل بل بار میچرخیده؟ تو یادته که تو گاله پیت رو سرت میذاشتی یا زغالختی میکنی؟ تو ظرفایی مثل مادرت یادته که گروه میرز قفور گردی بود؟ و تو اختر لشی یادته؟ همون که خودت باهاش خورش بودی؟ بس دیگه! از حالا به بعد حساب کتاب این با منه مثل همیشه. شما هم میتونین بمونین و واسه من کار کنین مثل همیشه. بعدش هم ای کسایی رو دیدین که مال منو قصد کرده بودن بهشون بگین پیش از این که بیام سراغشون. هیچکی بلند نشو. چرا آمدی؟ چرا؟ سار داشته باش بچه. وقتی بزرگ شدی اون وقت میان سراغت که بزننت. بهت که گفته بودم سار داشته باش واسه همه چی، حتی کتک خوردن. خب کتک خوردن که سب کردن نمیخواد. یکی پیداش مرا بزنه و کار تمومه. کیو پیدا کنیم نصف شبی بیاد ما رو بزنه؟ خیلی وقت ما اینجا ایم آقا مهتی، فکر میکردیم زودتر از این بیای. خوب نیتانم هم پاله کیاشو قال بذاره. شما خیلی خوش حرف هستین، اما فقط بلدین واسه مردم موعظه کنین. هفت سال من تو زندون بودم، کدومتون یه قدم اومدین در زندون یا کدومتون یه هفت پنگور تعارفیتون رسیده؟ حالا یه ساعت چشم برا نشستین، خیلی بهتون سخت گذشته. ببخشین آقاین لاتا که چشم براتون گذاشتم. حرفای گذشته زیاده، نصف بیه که اینجا اصلا هفت سال پیش تو خط نبودن. امروز تمام اینا تو حول و بلای فردا هم. امروز هم یه روز مثل همه روزهای خداست. امروز هم مثل دیروز. دیروز شما زدین هجله ما رو شکستین، یه روز هم ما از امون برومت هجله شما رو میشکنیم. فردا چی؟ فردا باقی رو دست خودتونه. من پامو همیشه قد گینیمی که دارم دراز میکنم. اما خب یه وقت هست که آدم حسابای پس افتاده داره، یه وقت هست که یه مش دیگه اومدن رو گیلیم آدم نشستن. این دیگه امروز و فردا نداره. تو جمع ما همه حساب کارو میدونن. خب شما چی میگین قاسم آقا؟ بریم بچه ها، اکیبمون روشن شد. زدی انگار شب نوبت ایناست. شب همشون جمع میشن تو کافه قاسم، همشون هم یقین میدونن تو میری سراغشون. حالا خود بگو ببینم میری یا نه. چرخ گردونه هرچی کشیدم تو این زمان.
همه به حساب من، پاشین بری خونه هاتون. کردم امروز بیام سراغت و بلایی که لایقشی به سرت بیارم. از ما و شما فقط یه لحظه میتونه تو این شهر بمونه. بهتره که شما برین، واسه این که سه نفر بیشتر نیستین. تو با اون دوتا پیری تعرف زیادی، یواش یواش آشتی میاره. دعوا دعوا. انگار من جا موندم. به نظر تو طاقت کتک خوردن داشتم؟ آره داشتم. چه جورم داشتی؟ انگار شدیم چهار تا. را بیا پریم بچه. بریم. ماتیچ بیچ تو کتابچه مشق باست یه حکمتی داشته باشه. اکرم خانم، اکرم خانم جون، اکرم خانم، اکرم خانم جون، قربونت برم الهی. مادر ببین، ببین این دیگه چجور کتابچه مشقی. بخون بیدم مادر، بخون. واه واه، ببین این کتابچه مشق کجا بود؟ اینو آه و ناله خاطرخواهی، همش از عشق و عاشقی. خدا مرگم بده، راست میگی. خب بخون بیدم چی نوشته، بخون. شب برای اولین بار دورادی مامان که نگاهش دنیایی از مهربانی و عشق بده جونم. بخون بده، بازم بخون. سه شنبه ساعت 11 صبح. خب دیگه چی نمیشه؟ دیشب با رویای او در آسمان ها با نور ماه دلهای من را روشن کرده. کیه ماما؟ ماما کیه؟ کیه؟ این خفیش و بچه ماما کیه؟ کیه؟ من چه میدونم؟ حتما مریم خانم میدونه. بگوشه یه خاطر خوشون بدید من این دفتر چرا یک پدری ازش در بیارن کیس بریده گور به گور شدن. تو را خدا میبینی الهی داغت گوشه دلم بیاره. دختره دهنش بوشیر میده عاشق شده، پدرتو در میارم. خیالت رسیده الهی ور برکر. تو دفترچه مشقش ور میداره کلمات عاشقونه میده. بگو ببین، بگو ببینم این چه دفتریه ذلیل مرده قرچی. این یارو دیگه کدومی پدر مادریه که تو تمام سال قربون صدقش رفت. گفته شما دفتر منو ورداری مادر؟ خوب کردم، من با هاست میفهمیدم دخترم زیر سرش بلند شده. تو دفترچه مشقش قربون صدقه یه نره خر میره. میگی یا نه؟ بگو تا دست دق مرگ نشدم که بگو تا خودم رو نکشتم. خدایا من چه کوتاهی کردم، کجای کارم غلط بوده که این مصیبت نصیبم شده؟ چه خدایی کردم، چه خدایی کردم. دیگه مادر خدایی رو خدا دیگه بسته مادر. آخه چه خطایی از من سر زده که شما منو ننگ خودتون میدونی؟ یعنی عاشق شدن و دل به کسی دادن تو مرام شما گناهش اینقدر بزرگه؟ Thank you.
میگه من چی کار کنم؟ خب منم دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. بعد عمری دلمون یه جا بند شده، حالا تقاص این دل بسن چیه ببین؟ دل کندن از همه اون چیزایی که تالا داشتی. یعنی که دست برداری، قمارخونه داری، شا کنی، گردن کلوفتی، همه چیزو ول کنی، اون وقته که درست میشی. یه رفعه بگو سرمو بزنم زمینو بمیرم. این مردنه که مثل همه مردم درست حسابی زندگی کنی چرا؟ چرا باید زندگی تو رو آب باشه؟ چقدر من مذمت مادر بیچارتو کردم، میگفتم اون نمیفهمی، میگفتم تو مردی هستی که همه باید بهش افتخار کنم. آره درسته آمیتی، درسته، همه باید بهت افتخار کنم، بجز اونایی که راست راستی دوست دارم. واسه اینکه این زجر آور یه آدم که تو رو دوست داره یه ریز منتظر بمونه که خبر کشته شدن تو رو به دست یکی از این لاتیپاتیا که هم کار و هم پالکی دستم بشتوفه، تا وقت این زجر رو نداره. ورشتار از این شهر برو، انقدر برو که دیگه نتونم فکرشو بکنم. گور پدر دل لامصب من، برو بی بی عاقبت به خیرش کن، هرچی هم پول لازم باشه میدم. اون نمیاد، آخه اون خاطر خواهی تو شده آقا میتی. اون با من چیزی که من دیدم تو هم ببینی، برای همیشه اسم میتی یادت میره. اون الان با یه زنی زده به سرت مادر. اون اهل این حرفا نیست، از این شوخی هم خوشم نمیاد. خوشت نمیاد برای این که خری، خوشت نمیاد برای این که نمیفهم، خوشت نمیاد واسه این که دیوونه ای، چشات کور شده و هنوز تو عالم بچگی و عکس کشیدنی. اما این دیگه عکس کشیدن نیست که هر طوری که دلت بخواد بکشیش، سرشو، پاشو، لباسشو، کلاهشو، هر طوری که خودت خیال میکنی بکشی. این دیگه همون چیزیه که هست. پس اگه خواستی دوباره عکسشو بکشی، اونو بکش که تو زن خوابیده و نشعه بوی عرق زنه. این میکی واسه راستکی نیست. باراش کن، اون طوری که هست بکش، همون طوری که گفتم. تمومش کن مادر. تا این شوخی هم باشه دیگه تا دارم. تا خونه اون که راهی نیست دخترم، بیا بریم ببین کدوممون با تو شوخی میکنیم، من یا اون. Thank you.
میشه از اینجا بریم، اصلا از این شهر بریم. میشه مادر؟ آره آره دخترم، همه ی مردم پست و دروغگو و بی‌انصاف، همه ی مردم مثل اونم. نه دخترم، همه ی مردان نه، شاید هیچ که مثل اون، هیچ مردی مثل اون نمیتونه باشه، هیچ مرد. کلا بذاری سر من نمیتونی. دو دفعه تا حالا کله سحر اومدی از رو پشت بوم بایستادی تماشا کردی، خیال نکن نفهمیدم و ندیدمت. دیری هم نباز برام میابردی خانم جان، تو افضایل خدا بیامرز پدرم هیچ فیضی نبردی. حالا چی میخوای؟ واسه چی اومدی اینجا؟ والا راستش فکر میکردم گفتنش خیلی مشکله خانم جان، اما خیلی راحته. میخوام بذارم کنار همه چی رو. بفرد، مشرف کردی، کل به خرابه منو منور کردی. الهی که من قربونت برم. هاری خانم، خانم، اومدم از خواستگاری دخترت، پس دیگه این حرفا رو نزن. دختر چی هاج خانم، قربونت برم، مریم کنیز شماست، رو چشم میذارم. اونم باز راضی باشه، اون عاشق آقا بیتیه. از اون جریانا که بهش گفتی چی؟ بهش میگم هاج خانم، بهش میگم همه اون چیزا دروغ بوده. بهش میگم آقا میتی برای اینکه اون خوشبخت بشه خودشه بدنام کرده و اون کارو کرده. من به آقا میتی گفتم اون کارو بکنه، آقا میتی هم واسه سعادت مریم اون کارو کرد. آره بهش میگم. مریم دو تا چای ورده بیار. چشم. به روی ماه نشستم. بیا پله من ببینم دخترم. چشم هاج خانم، بدش من. ببینم دوست داری عروس من بشی؟ من کنیز شما هاج خانم. وا. خب پس اگه همه کار راست ریسه، من مریمو ببرم عروسی که امشب دعوت دارم. والا اون دیگه عروس هاج خانوم، اجازش با اونه، من چی کارم؟ با مدعیشو دوتا بی بی، حالا دیگه اون نومزد منه، هرچم که بخوام میبرمش. بودشین؟ آره بالاخره پیدا شد. ربیان
پشیمونی؟ از چی؟ از اینکه مامانی، از اینکه زن من میشی و ممکنه خیلی چی داره که دوست داری از دست بدی. عوضش من تو رو دارم. نمیبیارم. حالا تو کجا میخوای بری دنبالش؟ تا وقتی که یه فرصت مناسب گیر بیارم. بعدش؟ بعدش همچین با ماشین بهش بزنم که روکش اسفالت خیابون بشه. خب بعدش هم میریم سراغ قاسم، 10,000 توق ازش میگیریم. میشه باسم گل بخریم؟ گل که دیگه گل نمیخوام. این همون فرصته. سلام آقا. سلام علیکم، شبت بخیر. یخت این گلا با آبه دیبینیم از این خوبه. فقط درد سر واسم درست نشه. یاله راحت باش بسر این با من وای نیسیم تا بیا یه جونا قرون دسته. شبت بخیر. اومد اون خوب میشه. مینا امیدوارم اون دیشب چکشم نگزیده، امروز صبحم هوش اومده، فردا هم دیدید دوباره سرپا وایساد و جلومون شاخ شد. بعدش هم از گوشه و کنار میشنفه یا رندون به گوشش میرسونن که ماها واسه شون تصادف رو جور کردیم. نه باز پا پیچش میشدیم، نه باز وقتی داشت خودش میرفت علی کوتوله رو تیر میکردی با ماشین زیرش میگیره. بسته دیگه بابا. علی کوتوله رو که 3 سال کسی با ما نیدتش، به ما چه چی گفته و چی کار کرده؟ الان ما باز به فکر خودمون باشیم. شماها میگفتین اون این طرف ها نمیپره، حالا که بالا پرش رنگ همه رو پرونده حسین پکون قمت که وقتی میکشیدی آشورا بپا میکردی. همه نه این بوته رو هیچکی نداره جلو مهدی قد علم کنه، باز یه کار دیگه ای بکنه. من فکرشو کردم. چی؟ با هفتیر فاصله 5 متری کارشو میکنیم. اما کی جور بذاشه داره تقشو در بیاره؟ ما یکی نیستیم. بعد کردیم پاشو خوردیم بهش هم میگیم از همون بگذاره، اما از اینجا دیگه ما پامونو میکشیم کنار. به ذاتتون بیاد. حیف اون یه مسخال جیگر که تو شکمه اینا هست. خودم جلوش بای میسم. حالا واسه اون هفتیر واسه سراغ کی بریم؟ من اگه کیا میشنستم میرفستمش بیاد سراغت. حالش خوب آقایون. الحمدلله به خیر گذاشته. فقط چند روزی باید استراحت بکنه. استراحت مطلق. و شما باید کاملا مواظب اون باشید که از جاش تکون نخوره. خوب میشه دکتر. دریوری نگو، من میخوام از جام پاشم. اه اوستا حرف زد، اوستا حرف زد، سیبیل اوستا حرف زد، نگه داره حرف میزنه. اوستا زنده شد دکتر، خدا رو شکر. اوستا زنده شد، اوستا زنده شد، خدا رو شکر. اوستا زنده شد، جون جون جون، اوستا زنده شد. بیا منو بلند کن رضا. شما باید استراحت بکنید، نباید از جاتون حرکت کنید. میخواد به اوستان پول بزنه، هیچی نگی. دکتر اگه دوباره خوابم بکنی، این دفعه که بیدار باشم منم واسه همیشه خوابت میکنم. همون که گفتم، من میخوام از زیر سنگم شده برام پیدا کنی. حالیت شد یوسف؟ آره حالی میشد، اما آخه قربونت برم از کجا تو این روزا گیری نمیاد، نه جونم نه به جون شما. آدم با هست پای خونش وایسه. گوشاتو بده به من، من میخوام، من یه هفتیر میخوام، از تو هم میخوام، فهمیدی؟ تو بمیری به مرگ تو، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، غیر از اون هست. من تو بمیری علکی به تو نمیزنم تو بمیری. این روزا اوزا خیلی ناجوره، چاقو گیر نمیاد خیاری پوست بکنی، چه برسی به هفتیر؟
گیری نمیاد تو بمیری. این دفعه رو خودت بمیری، با 7-8 دفعه تو بمیری. با 1000 چوک گیر میاد؟ 800 تو بمیری. با 1500. اصلا تو بمیری. با 2000. با 3000 یه فکرایی میشه کرد. 2500 چوک تموم شد. تو بمیری به مرگ تو. دیگه هم تو بمیری بزنی لا تو پارت میکنم. گیر میاد؟ آره تو بمیری. خب اگه زوریه که گیری میاد. ببینم چی کار میتونم بکنم. تمام میزه رو جمع کنین، از امروز دیگه اینجا تعطیله. به همه خبر بدین. این اینجا چی کار میکنه؟ ببینم ماما، تو اینجا راش دادی؟ والا گفت اگه راش ندم کلمو میکنم. چه کلتو میکنه؟ ببینم دختر، تو نمیخوای بفهمی که بعضی جاها جای زن هاست، بعضی جاها فقط جای مرد ها. اومدم تو رو ببینم. آخه واسه تو خوب نیست اومدم به اینجور جاها. چرا حالیت نمیشه دختر؟ اینجا تو هست. چطوری زبون آدم ها میبندن ها؟ باره تو نشه، طلب باره تو که خوب گیرش کنم. نظر تو، داره قرار ما. آوارد من شوستم، خود نرکستشه، خود پدر سوختشه. ماشین مالی بوده اوستا، همون ماشین که شما رو زیر کرده اوستا به قیافش نگاه نکنی اوستا. از اون نرکستای بی پیره، حقی نامرده. راست میگه؟ بله. بله. چه هیزو به تریبه تو فروختم ناکرس. آخ بزن، چرا میخواستی من رو زیر کنی؟ من نمیخواستم، من ماشینم رو اجاره داده بودم به سفر جلت. من هیچ کارم، اون پشت فرمون بود. اون چه پدر کشتگی با من داره؟ حرف بزن تا زبونت کار میکنه. از خودش بپرس، اون تو جعبه سازی دم میدونه. کت منو بیارین. ولی تو هنوز حالت خوب نیست، یه ضربه دیگه باعث میشه تمام استخونات بشکنی. استخونای من از این چیزا نمیشه. ولی تو هم یه آدمی مگه نه؟ بسته. آرکی به من گفته سام بی علیک نگذاشته. اونا یه جور دیگه ای بهمون گفتن، سام مام همون جوری جوابشون میدیم. پس چی شد این کد؟ اصلا میارمش اوستا جون. هیدر 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 با دعوا داریم. هیدر هیدر غریبه نیست؟ نه بیا تو. بگو ببینم، بگو تو بمیری کسی اینجا بمیری؟ خیلی گشتم، تموم بازار رو به هم ریختم تو بمیری. مگه گره میاد؟ اینقدر گرفتاری داره، اینقدر سختی، اینقدر بدبختی داره که نگو جونه تو. تو بمیری خیلی سخت بود، خیلی گشتم ها. تو قواره شد تماشا بکن، ببین چقدر قشنگه. بپسن خود خودشه. اون تبا رفیقاش دور همه پشت جعبه بزرگه. شان سوای اون وسطی نه چه تو بچه پرو، چرا مثل بید داری میلرزی؟ چه مرگته؟ کسی که غلطای گونده تر از دهنش میکنه نواز پای حساب که رسید سگ لرز بزنه. بلند شو. اوه
تو نسل تو اجیر چاک بود که من اون طوری سرخ نیست کنم. نمیگی؟ حالا حرف میزنی یا بازم تنت میخوره؟ کی گفته بود منو بکشی؟ کی گفته بود منو بکشی؟ نمیگی؟ باشه حسین! بله همکه! یه پیت بنزی برده بیار، یه کبریتان به خودت بیار. نه، تو رو خدا نه. کی شد؟ اومدم. من اینه چیکار کنم اوسا؟ بریز روش. شش. بسه میگم، به خودم میگم. قاسم گفته بود، قاسم یادمون داده بود اون کارو بکنیم. ولش کن، خاموشش کن. اونو نمیذارم من بذارم کنار. حالا چجوری میخوای جوابشونه بدی؟ بریم، یه جوری میدم. کجا داری میری باز؟ دارم میرم خونه خانم جون. خیلی خوب، برو زود برگرد، هنوز چی نشده، ادای عروسا رو داره در میاره. خو کرده آی جونم آی دلبر، دلم داره پر میزنی به هر دری سر میزنی. وای وای وای، دلم داره پر میزنی به هر دری سر میزنی. وای وای وای. بری خانم بری. چه خبر؟ مریم خانمو تازه دیدم، خودم دیدم، سوار ماشینش کردن و بردم. آره. وای خاک تو سر، بودو برو به کلانتری خبر بده. وای سر جا، زیاد نگران نباش. تو کی هستی؟ من همون کسی هستم که میتونم بذارم دوباره دخترتو ببینی، اما این موضوع یه شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که دور کلانتری اینجور حرفا رو خیت بکشی، آقا متری خبر کنی که بیاد اینجا. وقتی هم اینا تنها بیاد، یه ساعت دیگه خودم میام دنبالش که ببرمش پیش قاسم آقا، همونجا که دخترت هست. بودو برو به آقا متری بگو بیاد اینجا، بگو زود بیکش. پس این یارو کجا مونه؟ اینا گفته تا یه ساعت دیگه پیداش میشه. خودش کن. بیبی چی شده؟ این چیزه که شدیدم را نیسته. آک تو سرم شد آج خانوم، بدبخ شدم، بیچاره شدم، دخترم من نزدم به خاطر زنم بکنم. من دخلی چیکار کنم؟ من دخلی خانوم بیچاره کنم، چیکار کنم؟ خودشه؟ سلام علیکم. گوش کن باز مچه، اگه یه موثر دختر کم بشه تو با اون اوستاد قاسمو تو آتیشا میسوزونم. دختر سالمه، فقط قاسم آقا میخواد شما رو ببینه. آقا مهدی، قاسم با من چی کار داره؟ خب بیان از خودش بپرسین. اونا سر تو پاشون پر کلک اوستا و ناچسا میخوان تو رو تنه بکشن خارج شهر، اونا میخوان بکشنت. کجا باز بریم؟ خارج شهر. حالا بذار من باید بیام موسیقی اونجا تنه نباشی. صدا تو ببار، بیاف جلو. شما بفرمون. واسه نجات جون دخترت بیبی هر قیمتی که بذارن بهشون میدم. ما واسه همینطوری اینجا واسی؟ نه، باز بریم به پلیس خبر بدیم. همینجا
بعد هم یه برو جورو شمالی. اون کجاست؟ همینجاست متی. میخوام ببینمش. بیارینش. قبوله، اما اول دختره رو بفرست بره. اول تو این تو هم باید بیای و الا من نمیرم. راحت بکش برو. بگیر امضا کن. Thank you.
اینجا همون جسد دختر آقاستم. همینجا نگرد کنیم. بیایی. مواظب همه جا باشی. یا آمبولانس هم خبر کن. تو چرا برگشتی؟ اومدم پیش تو. کارت کردن مهدی. همشونو زدی لتو پار کرم. همشونو زدی. بگی حسین خدا تو زدن بچ من دارم چانو کرد که برای زیدن چی شده مادره لای قربونت برم کی این بدا رو سرده دارم چرا بهت چه گفته بودم خانم جان و خوب باشی بقیه بهت مولد نمی کنم دیدی بهت چه گفتم قیمت جون دخترت هر چی باشه بهشون میدم رضا بلا ناکسا چرا واسدین من از این رام از سب بکشیم بیرون خیلی خوب فریاد نکنم باشو زن باشو حالا وقت گریه کردن نیست ای خدا جون منو بستون جون افتادش برگردون ای خدا جون من توی اوستان بستون ای خدا جون منو بستون خدا ای مار بی خودی داد نزه اصل زمونمون وزیه معاشو ترسی هست تقصیر خودمون مرکنه اما بیایید